پایگاه اطلاع رسانی راسخون. محسن فهدان ساکن تهران هستی و اونجا مثل مهران مسافر در واقع نیستی، بگو که تاثیرش تو زندگیت چی بوده این تحریما؟ ببینید، من با عرض تشکر از در واقع تحریم های اروپا، ما با توجه به اینکه کشور ما در حالت تحریم قرار داره، امید این رو داریم که با این تحریم ها دولت تحت فشار بیشتری قرار بگیره و قدرت سرکوبش در داخل پایین بیاد. ما شاید ملت ایران به جایی رسیده که با تحریم ها علیه دولت خودش احساس خوشنودی میکنه. درسته نون گرون میخریم، ولی از اینکه دولت تحت فشار بیشتری قرار بگیره و لااقل این رو میفهمیم کشورهای اروپایی به فکر مردم ایران هستن و با وجود تحریم ها فشار بیشتری رو بر دولت میارن تا فشار سرکوب پایین بیاد، ازشون تشکر میکنم. خب با این حساب فهم میکنید نهایتاً تقصیر فشاری که الان روی گردن مردم رو باید در واقع به کی مربوط دونست؟ دولت یا دولت‌های در واقع دولت ایران یا دولت‌های غربی؟ ببینید، اگر دولت ایران سر آشتی داشته باشه با همه دنیا، چرا باید تمام دنیا ما رو تحریم بکنه؟ این در واقع نشأت گرفته از سرکشی و طغیان دولت ایرانه، نه اینکه کشورهای اروپایی. با شهرام در تهران خدافظی بکنیم و به جاش علی از اهواز میاد تو برنامه. علی، خب علی بگویم که تاثیر این تحریم‌ها توی زندگی خودت، تو درآمدت، خودت، اطرافیانت، خانواده‌ات چه تأثیری داشته واقعا؟ سلام از من خدمت شما احسان جان، امیدوارم که همیشه موفق باشید. سره که اینجا تشکر کنم از تحریم‌های اروپایی، چون که ما با توجه به اینکه کشور ما در حالت تحریم قرار داره، امید این رو داریم که با این تحریم‌ها دولت تحت فشار بیشتری قرار بگیره و قدرت سرکوبش در داخل پایین بیاد. ما شاید ملت ایران به جای رسیده که با تحریم‌ها علیه دولت خودش احساس خوشنودی می‌کنه. درسته نون رو گرون می‌خریم، ولی از اینکه دولت تحت فشار بیشتری قرار می‌گیره و لااقل این را می‌فهمیم که کشورهای اروپایی به فکر مردم ایران هستن و با وجود تحریم‌ها فشار بیشتری را به دولت میارن تا فشار سرکوب پایین بیاد، ازشون تشکر می‌کنم.